دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب از بنده. بزرگوارین. آقای دکتر، گزارش ها از افزایش چشمگیر قیمت ها در بازارها و کاهش توان خرید مردم در سوریه حکایت داره. اطلاعات شما در این باره چگونه است؟ بفرمایید. اطلاعات بنده در این باره از تاریخ گرفتن حافظ اسد در زمام امور در سوریه سال 1970 بود که حافظ اسد سوریه رو به دو قسم تقسیم کرد. قسم علویان که همشون سرهنگ و سرباز و نظامی ارتشی نظام بودند و از رژیم دفاع می کردند و تجارت را وابسته به اهالی شام و حمص و حما کرد. از این نظر الان که بحران رخ داد، کسانی مثل سرگرد و سرهنگ و سردار در ارتش سوریه بی پول موندن و هرچند که پولشون زیاده ولی بی ارزشه، در حالی که اهالی دمشق و پایتخت سوریه و حمص و حما که همگی از اهل تسنن هستن از وضع راحت تری زندگیشون را ادامه میدن. اشتباه حافظ اسد این بود که میخواست قدرت نظامی را نشون بده و تجارت را دست دیگران سپرد. از این نظر الان ضعف اقتصادی همیشه پایبند همین مردم ارتشی و طرفداران رژیم شد. چیزی که در نظر دارم من، العربی جدید خودش یک کانال قطری است که جاکنون قطری ها تنها کشوری هستند که ویتوی بر ضد برگشتن سوریه به کشورهای عرب دادن تا کنون و تمام اپوزیسیون سوریه در قطر زندگی میکنن. از این نظر میتونیم یه جوری به این در آن مبالغه شده، یعنی پررنگش کردن. سوریه ها بدبخت ها دوچار اشکال بزرگی در زندگیشون شدن. اشکالشون به خودشون هم متعلق نیست، متعلق به زیر زمین سوریه است، چون گاز مکتشف در سوریه تقریبا سوریه و جنوب لبنان و اطراف دریای مدیترانه را در مسافه روسیه، ایران و قطر میذاره. این سه کشور که الان مصالحشون در این زمین هست و نمیخوان که سوریه گاز خود را از زیر زمین بیرون بیاورد، این سه کشور مشکل ساز قضیه سوریه هستند که بالاخره تأثیرش بر روی شهروندان پیدا شده. بله آقای دکتر، چرا اقداماتی که تاکنون از سوی حکومت سوریه انجام شده مؤثر نبوده و انجام چه کارهای بیشتری در سطح داخلی و بین المللی سوریه نیاز است تا مانع از وقوع یک فاجعه انسانی و گرسنگی در این کشور بشه؟ بفرمایید. بله صحیح، سوریه احتیاج به انقلاب داره، ولی من اعتقاد انقلابی که مثلا بشار الاسد را از بین ببره ندارم، ولی انقلاب اقتصادی با ذهنیت باز. چون سوریه الان در حالت جنگ با داعش و آمریکا و ترکیه و در تدخلات کشورهای خارجی مثل ایران و روسیه هست، نمیتونن یک برنامه کامل اقتصادی را درست کنن یا اینکه ارائه بدن، چون برنامه‌های اقتصادی احتیاج به جنگ و چالش و بحران نداره. سوریه‌های بدبخت همیشه در بحران هستن و همیشه فکر یک دیکتاتور مثل بشار الاسد که فکر خود را فکر دانا و به فهم می‌داند، همیشه کشورهای فقیری مثل کشورهای جهان سوم را در اشکال میندازند. ما اگر به این طرف و اون طرف سوریه نگاه کنیم و ببینیم که کشورهای متداخل در سوریه از جمله عراق، ایران، روسیه، ترکیه، اسرائیل
نمیخواهند که سوریه بار دیگر بتواند روی پا بیستد، چون بعضی از کشورها مثل ایران، روسیه و اسرائیل جنگ خارج از کشور را در روی سرزمین سوریه دیدند. سوریه از این کار، خود رژیم سوریه نیز سود میبره و کسانی که دور تا دور رژیم هستند نیز سود میبرند. از این نظر قضیه شهروندانی نیست که باید خسته و کوفته و محتاج یک برنج باشند. نه خیر، یک کیلو برنج باشند. مشکل سیاسی بزرگی است که کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه در آن دخالت دارند. اینها باید با هم دست بدن، قطر، ایران، عراق، اسرائیل، آمریکا، و یک راه حلی برای سوریه به وجود بیارند که کشور به سه قسم نشود. الان سوریه سه قسم تقسیم شده، یک قسمش را ترکیه اشغال کرده، یک قسمش دست داعشه که در شهر الرقه هستن، و قسم سومش دست حکومت سوریه است که حکومت ایران و آمریکا و روسیه نیز در آن شرکت دارند. و هر وقت اسرائیل خواست جواب ایران را بدهد، جواب را در سوریه میدهد. از این نظر مشکل خیلی پیچیده و خیلی احتیاج به جلسات زیادی بین این 5-6 کشور داره که به نتیجه برسند که سوریه یک روزی یک سوریه قدیم، کشور قوی عربی باشه. سپاسگزارم از شما. دکتر محمدی ساخ آقانی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه بودند.